میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. لای 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 میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا، با صدای آشنا. مهر انسان بده مهر آن سرزمین، گشت آیین ما برتر از خدا بودی، برتر از خدا بودی. مهر انسان بده مهر ایران زمین، گشت آیین ما برتر از خدا بودی، برتر از خدا بودی. لای 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 لای. با صدای آشنا، صدای آشنا، دست به دست هم نهی، دست به دست هم نهی، بحر فردای به، بحر فردای به، طرح نو در افکنی، طرح نو در افکنی، طرح نو در افکنی، طرح نو در افکنی. درودی دوباره خدمت شما عزیزان. با این درود میخوام شعری رو براتون بخونم از مردی که چند روز پیشتر یعنی 15 مهر ما تولدش بود و او اما آنچنان که در میان ما نیست همواره در ماست. ابری نیست، بادی نیست، می نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل آب، پاکی خوشه زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی های تر، رستگاری نزدیک، لای گل های حیات، نور در کاسه مس، چه نوازش ها می ریزد. نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین میارد، پشت لبخندی پنهان هر چیز، روزنی دارد دیوار زمان که از اون چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمیدانم، میدانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. میروم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه میبینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب که درونم تنهاست. با این شعر یادی کردیم از شاعر بزرگ دورانمون سهراب سپهری که همواره نام و یادش در خاطره ها و در ذهن هاست. به 8 برنامه صدای آشنا با مجید رحیمی خوش آمدید. میهمان برنامه امشب ما آقای ناصر محمدی، معاون سردبیر کیهان لندن هستند. همینطور که میدونیم کیهان لندن چند هفته است که بسته شده. ما با ایشون راجع به این مسائل صحبت میکنیم، پشت پرده هایی که شاید پشت پرده هایی وجود داشته باشه. ایشون به ما خواهند گفت که چرا کیهان لندن بسته شد و درباره نرمش قهرمانانه
که چرا این نرمش قهرمانانه 10-15 سال پیشتر اتفاق نیفتاد و حال که بسیاری از فرصتهای ما از دست رفت، بسیاری از جوانان به خاطر همین نرمش قهرمانانه، به خاطر اینکه اعتراض میکردن به سیاستهای غلط دولت، به زندان رفتن و جانشون رو از دست دادن. خب حالا مسئول این جنایت ها کیست؟ مسئولیشو که پیدا بکنیم چه باید با او بکنیم؟ آیا باید در همین رژیم ایشون رو یا ایشونها رو، آنهایی که بسیارند، این جنایتکارانی که هم خطا میکنند و هم منتقد رو نابود میکنند، خب حال چه باید کرد؟ ما معتقدیم که اینها اگر در نظام بعدی، تا اون موقع فرصت هم نشه، در همین نظام به دادگاه کشیده بشن، بدون پیش داوری در همین نظام به دادگاه کشیده بشن و مشخص بشه که چرا 10 سال، 15 سال، 20 سال پیشتر این نرمش قهرمانانه اتفاق نیفتاد، آنچنان که آقای خمینی جام زهر رو سر کشید. خب 6 سال اضافه جنگ بود، چه کسی مسئول اون بود؟ در همین راستا داستانی رو میخونم بسیار کوتاه از کریم بقال، چون سالگرد جنگ رو تا 16 روز پیشتر داشتیم، حالا که 34 سال، 32 سال از جنگ میگذره، بله 31 شهریور 1359 جنگ آغاز شد و در این جنگ بیش از 2 میلیون انسان جان باختن و بیش از این تعداد نیز مجروح ناپدید شدن و دو کشور هزاران میلیون دلار خسارت سران احمق و کینه‌توز خود را پرداختن. من نیز به عنوان سرباز وظیفه در سالهای 1362 تا 64 در جبهه‌های جنوب و غرب بودم که از آن خاطرات بسیار تلخ و یا شیرینی دارم. یکی از این داستان ها که همیشه با یاد کردن از آن و یا گاه خواندنش برای دوستان اشک در حلقه چشمانم جمع می سازد، داستان کریم بقال است. کریم راننده قرارگاه بود و می بایست علاوه بر رساندن نامه ها، گاهی افسران را نیز به نقاطی که می خواستن برسانند. به همین منظور چون همیشه در تردد بود، دوستانش به وی سفارش های خرید سیگار و دیگر ماهی مایحتاج خود را از گیلان غرب که دارای چند مغازه بود می دادن و کریم به هر طریق آن سفارش ها را فراهم می ساخت و برای همین هم نام بقال را به او داده بودن. نام اصلی او دارابی بود و این را کمتر کسی می دانست و بسیاری حتی گمان داشتن که بقال نام فامیل اوست. کریم تنها پسر خانواده و همینطور تنها نانآور خواهر کوچک و مادر پیرش بود، چرا که پدرش چند سال پیشتر از ساختمان محل کار فرود افتاده و جان سپرده بود و در حقیقت کریم میبایست از خدمت نظام وظیفه معاف میشد، اما دولت انقلابی که به قانون هیچ اهمیتی قائل نمیشد و نمیشود، وی را به خدمت و سپس به جبهه فرستاده بود و کریم مجبور بود تمام فوق‌العاده جنگی خود را که در حقیقت پول خون ما سربازان بود را برای کمک خرجی خانواده بفرستند. البته این پول متفاوت بود و از روزی 53 تومان شروع می شد تا به روزی شاید 500 تومان هم می رسید. فوق‌العاده جنگی یا پول خون کریم 53 تومان در روز بود. روزی اما ناگهان شنیدیم که کریم به قرارگاه باز نگشته. این نحس قایب بودن در ارتش را نحس میگویند. به چند روز کشید و برای ما شکی باقی نمانده بود که یکی از این جیب های سوخته در دشت از آن کریم است. منطقه بازی دراز و قصر شیرین که عراقی ها روی بلندترین کوه مرزی مستقر بوده و ما را که در دشت بودیم سخت زیر نظر داشتن، قعدگاه بسیاری از جوانان این سرزمین بوده است که حتی گویندگان رادیو همیشه از گله های خونین بازی دراز نامی بردن. غم از دست دادن دوست عزیزمان همه را به افسردگی کشانده بود.
کریم آن جوان همیشه خندان دیگر در میان ما نبود. تازه نامزد کرده و قصد داشت با دختر مورد علاقهش قصر زیبای عشق را بسازد. از شوق رسیدن به پایان خدمت در پوست نمی گنجید. چند باری که عکس عشقش رو به من نشان داده بود همیشه می گفت یادت نره که از همین الان به عروسی ما دعوت هستی. چند روزی باز گذشت و ما همچنان از کریم بیخبر بودیم تا آنکه سرکلی کریم پیدا شد، سالم، خندان، با یک بغل شیرینی آجیل و دیگر مخلفان. کریم کجا بودی؟ کریم چرا خبر ندادی؟ کریم تو که ما رو کشتی. بچه ها از شوق دیدارش بر سرش ریختند و با آغوشش گرفتند و بوسیدند و حتی یکی از دوستان ما گوشش رو گرفته بود و مانند معلمان میکشید و با خشم و عشق میگفت چرا حرف تو این گوش ها نمیره؟ چرا ما رو اینقدر عذاب دادی؟ و تمام اینها از محبت و عشقی بود که بچه ها به هم داشتن. کریم آغاز به تعریف کرد که چون مخارج خانه زیاد بود و اجاره خانه بالا رفته بود، مادر و خواهرش قصد نقل مکان به خانه کوچکتر کرده بودند ولی قدرت مالی نداشتند تا مخارج وانتبار را برای این جابجایی بپردازند. و کریم به سیم آخر زده و با جیپ ارتش از جبهه به سوی تهران روان شده و با همون جیپ این نقل مکان را به انجام رسانده بود و مجدداً به جبهه بازگشته. و همون گونه که از شوق میخندید میگفت توی راه مسافرم به همراه برده و پول بنزین را هم از آنان تهیه کرده بود. همین کار کریم باعث شد تا سختگیری ها در مورد بی بیشتر گردد و زمان مشخص برای رفت آمد بی تعیین گردد که اگر از زمان بیشتر در تردد می بود با اضافه خدمت که کابوس هر سربازی است مجازات می شد. یک ماه به پایان خدمت کریم مانده بود و کریم دست از پا خطا نمی کرد تا مبادا اضافه خدمت نصیبش شود. دو سه هفته ای به همین منوال گذشت تا روزی اما خبر رسید که کریم در جاده تصادف کرده و کشته شده است. هم وحشت و هم ناباوری در دل ما خانه کرد. همراه با چند تن از دوستان به محل حادثه رفتیم و جنازه ای را در زیر یک پتوی ارتشی دیدیم. همونطور که آمبولانس ارتش که پیش از ما در محل حاضر شده بود لبه پتو را کنار زدم و لبخند کریم را بر لبانش ماسیده دیدم. به سرنوشت میخندید، به این جنگ ویرانگر یا به سران این نظام که میبایست خیلی پیشترها جنگ را به پایان میبردن. کریم نمیتوانست روی کسی را زمین بندازد. در برابر خواستی که دوستانی سر کرد او تا با سرعت زیاد به گیلان غرب رفت و سیگار درخواستی وی را فراهم سازد و چون جاده ها در جبهه به هیچ وجه مهندسی ساز نبودن، کریم در سر یک پیچ فرمان از کف میبازد و با سنگی نسبتا بزرگ تصادم کرده و از شیشه جلو به بیرون پرتاب شده و با سر به سنگ دیگر برخورد میکند و در جا جان به جان آفری میدهد. کریم از این انقلاب و خمینی و این نظام بیزار بود و همیشه میگفت کاش انقلاب نمیشد. اما سپاه و بسیج هر کس را که در جبهه کشته میشدن فوراً چون این عکس در جیبش عکس خمینی را قرار میداد و جنازه عکس میگرفت تا به ملت بگوید که وی عاشق خمینی و این نظام بوده است. این نظام از بنیان دروغگو و شیاد بوده هست و خواهد. و امروز با بازی جدید نرمش قهرمانانه مواجه هستیم. بعد از دیدن این کلیپ میریم سراغ میهمان برنامه تا در این دو مورد از ایشون سوال بکنیم. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
دل دیوونه ای دل ای بینشونه ای دل ندونستی زمونه نامهربونه ای دل وقتی شکستی از عشق عاشق شدی دوباره ندونستی محبت خریداری نداره دل دیوونه ای دل ای بینشونه ای دل ندونستی زمونه نامهربونه ای دل حرفای عاشقونه وقتی پر از فریبه دنیا به چشم عاشق یه دنیای غریبه آشنامه آجشتش تو صدامه اون که امروز آشنامه آجشتش تو صدامه آجشتش تو صدامه وای میره فردا بی بهونه دردش رو کی میدونه میره فردا بی بهونه دردش رو کی میدونه نفرین به هر چشقه میخوام عاشق نباشم یه کاری کن خدایا من از این دل جداشم نفرین به هر چشقه میخوام عاشق نباشم ندونستی زمونه نامهربونه ای دل وقتی شکستی از عشق عاشق شدی دوباره ندونستی محبت خریداری نداره دل دیوونه ای دل ای بینشونه ای دل ندونستی خدمت جناب ناصر محمدی هستیم معاون سردبیر کیهان لندن با ایشون در مورد بسته شدن کیهان و نرمش قهرمانانه صحبت میکنه درود بر شما جناب ناصر محمدی خیلی خوش آمدید به برنامه صدای آشنا با مجید رحیمی در تلویزیون ایران آریایی متشکرم که دعوت من قبول کردید عرض ادب دارم جناب رحیمی خدمت شما دوست عزیز و گرامی که همواره لطف دارید به من و جناب وطن خواه دیگر دوستانی که در
تلویزیون آریایی زحمت میکشن. واقعا من شرمنده هستم به خاطر اینکه انقدر سرماخوردگی شدیدی داشتم که هنوز هم صدا گرفته است. من رو ببخشید. به هر حال من شاید اجازه بدید که این نکته رو عرض بکنم که مجید رحیمی یکی از هنرمندان برجسته ما هست. شاید بسیاری از حالا غیر از مسئله سیاسی که واقعا فعالیت بسیار بسیار وسیعی انجام میدهد، یک هنرمند بسیار بسیار برجسته است، شاعر خوش‌قریحه است. شاید ندونم دوستان و در واقع بینندگان و شنوندگان، در حال خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که وجودم بتواند به برنامه شما کمک کنه، هرچند که برنامه های تلویزیون آریایی انقدر واقعا پر هست، پروپیمون هست و من نمیدونم جناب رحیمی اجازه دارم که این حرف بزنم یا نه، که واقعا باید کمک کرد که این رسانه ها سرپا بماند. واقعا همین من بیشتر از 30 ماهه که تلویزیون آریایی روی آنتن هست، خب دوستان و یاران کمک کردن و امیدوار هستیم که این کمک ها ادامه پیدا کنه. من رو شرمنده کردید، سپاسگزارم از مهر شما، سپاسگزارم. و شما سردبیر، معاون سردبیر خیلی خوب ما در کیهان لندن بودید و بنده افتخار این رو داشتم که 16 سال در این روزنامه بسیار وزین و در واقع ستون فقرات اپوزیسیون قلم بزنم. اما آقای محمدی، چه شد که کیهان بسته شد؟ چرا بایست بسته می شد؟ یعنی ما اینقدر ایرانی نداشتیم که این ایر رو داشته باشن، با هم دیگه دست تو دست هم بدن و این کیهان رو با چنگ و دندون نگه بدارن که به کام شیرین نظام نشینه و این کیهان بسته نشه؟ حضورتون از کنم، من فکر میکنم که در مورد بسته شدن کیهان به طور کلی باید یک برنامه دیگری رو گذاشت و از ابتدا به بررسی این پرداخت. میدونید که کیهان لندن 30 سال پیش جناب دکتر مصباح‌زاده، زنده یاد دکتر مصباح‌زاده، دو بار کیهان رو در واقع پایه‌گذاری کردن. یک بار در حدود 74 سال پیش در ایران، درست موقعی که جنگ جهانی دوم انجام شده است و حتی سربازان خارجی در تهران رژه میرن. خود آقای مصباح‌زاده تعریف میکرد که وقتی من با پادشاه فقید میخواستم از فرض کنید میده 24 اسفند رد بشم اون طرف، میدیم سربازهای لهستانی مثلاً. در حال اون موقع عقیدش بر این بود که باید یک رسانه درست بشود که حرف مردم رو بزنه، حرف آزادی خواهان رو بزنه، از کشور دفاع بکنه. و بار دوم که خب اون کیهان مصادره شد و الان در دست آقای شریعت مداری هست و کیهان اون موقع تبدیل شد به بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی خاورمیانه و میدونید نشریات فراوان میشه. بار دیگریشون در لندن، این بار با هجوم یه دیگری از توتازان تاریخ، اونهایی که به مملکت رو حمله کردن، این تا این بار از درون حمله کرده بودن. ایشون در لندن 30 سال پیش اولین رسانه رو به وجود آورد و واقعا هم رسانه ای بود و هست البته، حالا نگاه کنید که نخستین رسانه بود و بسیار به اصطلاح نفوذ داشت، نفوذ کلامه داشت، بسیاری از یارانمون هم کاری میکردن. ما کسانی که داشتیم در شما فکر کنید از آمریکا، از آلمان، از فرانسه، خود شما از آلمان، دیگر دوستان از کشورهای دیگر، یا فقط دفتر مرکزیش در لندن بود، حتی سردبیرمون در فرانسه بود و بسیاری زحمت کشیدن. جناب رحیمی در این مدت برای کیهان بسیار زحمت کشیدن، ولی متاسفانه به دلایل مختلف تعطیل شد. پشت پرده‌ای نداره، یعنی اینکه اگر فکر بکنیم که حالا روی چه مسامحی یا مثلا زد و بندی، نه اینا نیست. این مقدار دلایل مشکلات مالی رو داشتیم،
بسیار بسیار زیاد بوده. البته اینترنت اثر گذاشته، خب بسیاری میتوانن از طریق اینترنت به اخبار دسترسی پیدا کنن، به مقالات دسترسی پیدا کنن و ساپورت های مالی که از بعضی سایت های اینترنت اینجا بسیار زیاده برطریق. اما با همه این احوال بنده فکر میکنم که اینترنت نمیتواند به این راحتی اثر بگذاره. چرا؟ ببینیم اینترنت مثل دشت وسیعی است که توش گل هم پیدا میشه، خار هم پیدا میشه، گل سمی هم از خار مفید هم هست فرض بکنید، گلی هم هستش که زیباست. یک کسی رو میخواد که بره از این مجموعه این هسته گل خوبی رو فراهم بکنید. اما اصل اساس تعطیل شدنش روی مسائل مشکلات مالی بود. اینکه شما پرسیدید آیا ما نمیتوانیم، و واقعا سوال مقدر است، سوالی است که محتوم آدم باید بکنه، یعنی ما نمیتوانیم یک روزنامه رو سر پا نگه داریم. آیا واقعا اینجوریه؟ نه اینجوری هم نیست. بسیاری جناب رحیمی بعد از تعطیل شدن روزنامه هنوز هم با من تماس میگیرن که آقا ما حاضریم سرمایه گذاری کنیم، ما حاضریم. باور شاید نکنیم که بعضی عشق میریزن و واقعا یک روزنامه بود که توی 53 تا کشور پخش میشد، توزیع میشد و نقطه اتصال این 53 تا کشور، نقطه اتصال ایرانیان در این کشورهای مختلف با یکدیگر بود. و واقعا دریغا که عرض میکنم به دلایل مشکلات مالی بسته شد. شما مثلا تصور کنید ما حتی برای ارسال یک نسخه کیهان بیشتر از قیمت خودش مجبور بودیم که پولو پست بدیم. البته اینها باز هم دلیل نمی شود، چون می توان کاری کرد که اگر ندا یادم بده همه ببینید مثل همین تلویزیون آریایی، خب شما نگاه بکنید مردم نگرش داشته این که از دولت این پول نمیگیره، این که از جایی پول نمیگیره، این که از جمهوری اسلامی پول نمیگیره، این که فرض بکنید از انگلیس و آمریکا پول نمیگیره، این که مزدور جایی نیست. مردم دارن کمک میکنن. چرا؟ چون میبینن آقای وطنخواه میاد یا دیگر دوستان میان میگن آقا بیاد کمک کنید. ما این کار رو نکردیم متاسفانه، ولی به هر حال من فکر میکنم که باز هم راهی باشد که ما این کیهان دوباره انشاءالله شروع بکنیم و راه بندازیم. فرض کردم خدمتتون جناب رحیمی باید یه موقعی گذاشت و یک شاید یک برنامه رو اختصاص داد به این مسئله. حتما. چقدر خبر زیبایی دادید که امکان دوباره زنده شدن این کیهان هست و چقدر این جمله به دل من نشست، چرا که من خودم رو یک عضو ناچیز کیهان میدونم و شما کیهان جزء وجود خودم. شما که هم نویسندش بودید و هم عرض به خدمت شما شعرتون چاپ بشد و عقایدتون چاپ بشد و شخصیت والایی هستید، ولی به هر حال شخصیت های بسیار زیادی واقعا در این سالها کار کردن، از آقای طاهری گرفته مرحوم آقای وزیری، دیگران و دیگران و بزرگانی که هنوز هستن، جناب دکتر الهی، جناب آقای احرار، دکتر محمود خوشنام، آقای خانم بغراد و از دیگرانی هستن. امیدواریم بتوانیم دوباره. البته باید این رو هم بگم که آقای انصاری، خانم نازنین انصاری، اینا هم زحمت کشیدن، بسیار زیاد زحمت کشیدن، ولی به هر حال نشده. این رو شاید با دوباره با یه تلاش مجددی انشاءالله راه بیفته. من چند روز پیش در یک جمعی راجع به کیهان صحبت میکردم، خانم مسنی منو کشید کنار و گفتش که من پزشک بودم، بازنشست شدم و خونه ای دارم. همینطور که چشماش خیس شده بود گفت حاضرم این خونه رو بفروشم و خرج زنده شدن دوباره کیهان بکنم. به قدر این حرف منو تکون داد
چون میدونی که وقتی انسان پیر میشه و هیچ مسئله اقتصادی خب براش مهمه که بتونه تا آخرین روزهای عمرش مثل مرحوم شادروان سوسن نشه، با تمام خدمتی که به مردم ما کرد. وقتی یاد سوسن میفتم خب، ولی این خانم میاد و میگه که من حاضرم خونم رو، تنها چیزی که برام مونده، بفروشم و خرج کیهان کنم. شما ببینید کیهان تا کجا در دل و روح و روان مردم جای داشت. من اجازه دارم یه نکته رو بگم و این هستش که در این مدت بسیاری از دوستان زنگ زدن، واقعا پیشنهاد کردن که کمک مالی بدن. حتی یه دوستی داریم در اینجا، واقعا من حاضرم 200,000 پوند در اختیار تو بگذارم که این داستان رو ادامه بدی. متاسفانه شما میدونید که من یه مقدار گرفتاری دارم به خاطر فرزندم که الان در بیمارستان هست، نتونستم برم دنبالش. ولی واقعا میدانم که ایرانیان در سراسر جهان اونقدر همت و اونقدر واقعا علاقه دارن که انشالله این زمان را میاد. بینندگان عزیز، من این رو باید خدمت تک تکتون عرض بکنم که ما در خارج کشور علاوه بر گرفتاری های خودمون و علاوه بر این که این جبهه مبارزه با سیاهی و ظلمت و جنایت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم خالی بکنیم، مسائل خانوادگی هم داریم، مسائل اقتصادی هم داریم، بسیاری مسائل دیگه هم داریم. اما حتی اگر شده با سیلی هم صورت خودمون رو سرخ نگه داریم، این لبخند رو بر لبانمون مینشونیم که شما شاد باشید و این امید در دلتون باشه که این سیاهی، این تاریکی میره. اما همه ما باید همت بکنیم، همه ما باید، حتی کوچکترین خدمت، حتی کوچکترین قدم میتونه به این جبهه عظیم چنان کمکی بکنه که دوباره روی پا بیاییم. جناب محمدی عزیزم، خیلی سپاسگزارم ازت برای توضیحی که در مورد کیهان دادید. حالا بریم سراغ این نرمش قهرمانانه، که چرا این نرمش قهرمانانه 15 سال پیش اتفاق نیفتاد و حالا که اتفاق افتاده مسئول این همه خطاها، این همه فرصت سوزی ها، این همه جنایاتی که تو طول این 15 سال 20 سالی که میتونستن انجام بدن اتفاق افتاده کی هست و چی باید کرد؟ شما چی فکر میکنید؟ ببینید جناب رحیمی، اصلا نرمش قهرمانانه که آقای خامنه‌ای به کار برده، ببینیم اصلا چه مفهومی دارد. خب بسیاری میدانید که خود ایشون گفتن که نرمش قهرمانانه همان است که ما چند سال پیش نامگذاری کردیم یا نامگذاری شد. ایشون در 30 سالگی کتابی رو ترجمه کردن و صلح امام حسن رو بزرگترین نرمش قهرمانانه تاریخ شمردن در اونجا و گفتن اونجا در سخنانشون که وقتی که یک کشتیگیری میخواد بره مثلا حریف رو بهش طلبه بکنه، نرمش میکنه تا ببینه که حریفش کی هست و چی هست. برای مفهوم نرمش قهرمانانه که ایشون دارن میگن هنوز هم روشن نیست. بسیاری گفتن که منظور ایشون این است که مانند صلح امام حسن بیاییم و صلح بکنیم با جامعه بین المللی و به ویژه آمریکا. خب یه مفهوم دیگه این استش که اون نرمش قهرمانانه اون صلح رو انجام بدیم برای جنگ بعدی، همچنان که ایشون گفتن باید آماده بشیم واسه اینکه دشمن رو بشناسیم و حریف رو بشناسیم و زمین بزنیم. بنابراین راهی که حالا اصطلاحی که ایشون به کار بردن دو پهلو هم هست، من اوزم معنی نیسته میشه. اما شما میفرمایید یک نکترم در پرانتز قبل از اینکه به اون پرسش اصلی پاسخ بدم، این رو هم عرض بکنم که شما نگاه بکنید که وقتی ایشون یه جرگی رو زده است و آقای روحانی میگوید من اختیار کامل داشتم رفتم در نیویورک صحبت بکنم، اختیار کامل داشتم، آقای ظریف هم همینطور، حالا
وقتی که برگشتند آقایون، آقای خامنه‌ای گفته استش که بعضی از کاراشون نابجا بوده است. و آقای لاریجانی میگوید مفهوم این نابجا بودن این استش که خب چرا با آقای اوباما صحبت کرده، ولی در جمع آقای خامنه‌ای موافق آقای روحانی است و حمایت میکنه. ببینید جناب رحیمی جوری داره بازی میکنه آقای خامنه‌ای که هر دو شکل اگر روی بدهد، اگر فرض کنید آقای روحانی موفق میشود که حالا خودش خیلی بحث داره که اصلا با امریکا میتونن کنار بیاین، اگر کنار آمدن بگی من که گفتم نرمش قهرمانانه، اگر نه نتوانستن کنار بیان بعد بگن دیدی آقای شریعت نداری دیدی نوشته که اینا بیچه، اما میفرمایید که چرا 15 سال بیش نکردی، چرا 20 سال پیش انجام ندید؟ باید ببینید چی رو شما داریم میگیم 20 سال پیش انجام ندید. مسئله هسته ایست فعلا، حالا تا به رابطه با آمریکا برسید. خب زورش رو نرسیده. شما نگاه بکنید که در این اقلا 12 سالی که گفتگو داشتن بر سر مسئله هسته ای و قبل از اون یادتون باشه ترویکای اروپا گفتگو داشت با جمهوری اسلامی بر سر گفتگوی انتقادی ها یادتون باشید یه همچین داستان. چرا جمهوری اسلامی فرض بکنید در دوره آقای خاتمی میآید با غرب کنار میاد و یک معاهده امضا میکنن قرارداد سعدآباد، بیانیه سعدآباد، آقای روحانی میگوید بیانیه از قرارداد سرچی با هم توافق کردن که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقفش بکنن و کردن. چرا؟ چون در موضع ضعف بودن. حالا بگذاریم که آقای روحانی اخیراً در مصاحبه‌های مطبوعاتی در مصاحبه‌های انتخاباتی و نطقاشون گفتن ما در همون موقعی هم که قطع کردیم و متوقف کردیم یوسیف اصفهان رو راه انداختیم، پلوتونیوم عراق رو راه انداختیم، فودو رو راه انداختیم، نتنز رو راه انداختیم، سنتریفیوژ رو. حالا چرا اون موقع عقب نشینی میکنم؟ برای اینکه ضعیف بوده. درست بعد از 2003 موقعی که آقای احمدی نژاد میخواد بیاد سر کار، دو ماه مونده دوباره لاک و مهره رو میشکنن دوباره شروع میکنن. 8 سال در دوران آقای احمدی نژاد شعار میدن آقا هولوکاست غلط است، اسرائیل باید از بین بره، هر سال یه جشن هسته‌ای میگیرن که یه پیشرفت دیگه کردیم، ولی اینها باعث این شد که در دوره آقای احمدی نژاد 4 قطعنامه تحریمی از شورای امنیت صادر شد که تازه اثر اونا بسیار کمتر از آنی است که کشورها به طور مستقل و مضاعف خودشون عمل کردن و عرض به خدمت شما تحریم کردن، تحریم هایی که مثل تحریم بانک مرکزی، تحریم نفت. اینها جوری شد که به طور کلی اصلا جمهوری اسلامی رو تضعیفش کرد، یعنی به نقطه جایی برد که اینا باید بتونن برن با دنیا کنار بیان. الان اگر کنار آمدن این که سوال میفرمایید که چرا اینها 15 سال پیش نتونستن، برای 15 سال پیش فکر میکردن در قدرتن. الان هم جناب رئیس من فکر میکنم این حرکتی که دارن انجام میدن حرکت تاکتیکی است، حرکت استراتژیک نیست. اگر فردا، حالا بحثش طولانی، منم متاسفانه هر سوالی که شما میفرمایید انقدر زیاد توضیح میدم که وقت شما را میگیرم، اگر فردا احساس بکنن که در موضع قوی تر هستن باز عوض میکنن بازی رو. من باورم نیست که اینها بتوانند با ایالات متحده کنار بیان، نه تنها با ایالات متحده، اصلا مسئله اتمی رو بخوان حلش بکنه. چرا دارم این حرف رو میزنم؟ ببینید 4 تا شرط جامعه بین‌المللی گذاشته: توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، خارج کردن ذخیره اورانیوم 20%، تعطیل فوری و مسئله پلوتونیوم عراق و بازرسی. تا بخواهیم ما رو انجام بده حالا یه سال طول داره، به این راحتی نیست.
مگر اگر بخواهند تحریم های آنچه که در شورای امنیت تصمیم شده اونا را از بین ببرن، خود لغو اون تحریم ها تشریفاتش از برقراریش بیشتره، چون که در مورد عراق هنوز ما شاهد تحریم هست. برحال اجازه ببخشید که طولانی صحبت کردم. مسئله این هستش که الان به واسطه ضعفی که دارن این نمایش اجرا میکنن، ولی هیچ تعجب نکنید اگر یک سال دیگر اگر فرض بکنید که یه خود فشارها کم شد، دوباره سر صدا شروع بشه، دوباره بخواهند همین مسائلی که تا حالا وجود داشته رو ادامه بدن. معذرت میخوام که طولانی شد. خواهش میکنم. پس یعنی در نهایت تا 4 سال ببینید یک سری هنوز بر این باورن یا اخیراً به این باور رسیدن که الان خاتمی آقای روحانی آمده که زمانه رو از آقای خاتمی 100 بار بهتر بکنه و چون انسان مقتدری است و بعد هم گفته که من تمام قدرت رو دارم، با تمام قدرت دارم میرم این کار رو انجام بدم، یک عده به این باور رسیدن که خب داره روز به روز اجتماع به اونجایی میرسه که اونها آرزوی آزادی حداقل نسبی رو دارن. اما با این حرف ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که نهایتش 4 سال دیگه دوباره این فنر برمیگرده به جایی که 6 ماه پیش بود. دقیقا همینه. ببینید خیلی جالبه جناب رئیسی، حالا که شما صحبت میفرمایید من فکر میکنم که خب حالا همه چشم اشتیاق دوختن به این که خب حالا با آمریکا الحمدلله نزدیک میشه، درست میشه همه چی. جالب هستش که ما در رژیم گذشته ایراد میگرفتن که آقا چرا با آمریکا نزدیکه، اصلا مشکل هم نمید که اصلا تو چرا با آمریکا رفیقی، چرا رؤسای جمهوری آمریکا میان اینجا، چرا شما میری با رؤسای جمهوری اینجا میشینی و چایی میخوری و مهمونی میری. الان دلم خوشه که آقای روحانی با رئیس جمهور آمریکا مکالمه کرده. آیا این حرکت خوبه یا بده؟ حالا بگذاریم از این که در مجموع بله، اگر جامعه جمهوری اسلامی، یعنی اگر جمهوری اسلامی توانی رو داشته باشد که با امریکا و جامعه بین المللی کنار بیاد، بله خیلی هم چیز خوبی، مثلا تردیدم نباید کرد. چرا؟ چون اگر بخواد، ببینید جناب رئیسی، مشکل ایالات متحده و مشکل جامعه غربی به طور کلی جامعه جهانی با جمهوری اسلامی فقط مسئله هسته‌ای نیست. الان که میبینیم جمهوری اسلامی گردن نهاده به خاطر وضعیتی است که در سوریه پیدا کرده، به خاطر مسئله است که تحریم ها فشار آوردن و دیگر چیز، پس دست غرب بالاتر. اگر در مورد هسته‌ای بخواهد عقب نشینی کامل کنه، به قول معروف جام زهر رو بخوره، عقب نشینی کنه، تازه غرب با موضوع قدرت بالاتری است. حالا میاد حمایت از گروه های تروریستی، حماس و حزب الله و جهاد اسلامی، دخالت در کشورهای دیگر، سوریه و لبنان و عراق و غیره، و بعد از اون مشکلی دیگری که باید با جامعه جهانی حل بکنه، مسئله صلح اعراب اسرائیلی که دائم جمهوری اسلامی مخالفش بوده و لوجستیکی و مالی و نظامی خرج کرده، سرمایه گذاری کرده واسه این که این صلح به وقوع نپیوندد. یادمون هست که از حماس حمایت کرد که اون مسئله کودتای غزه پیش آمد و حماس را بجلی کرد. بنابراین مسئله بعدیش اینه و تازه بعد از همین حرفا باید در مورد حقوق بشر جوابگو باشه. همه این 3-4 تا رو جمع بکنید، آیا جمهوری اسلامی توان این کار رو دارد؟ آیا میتواند واقعا کنار بیاد با این شرایطی که جامعه جهانی داره؟ بنده تردید دارم جناب رئیس. اگر خب هم سیاست، یعنی همین که بدونن کجا قوت و ضعف
به نفع مردم. من همیشه گفتم و میگم و معتقد هستم که یک سیاستمدار خوب که میخواد برای مردمش کار بکنه باید این توانایی رو داشته باشه که به خاطر امنیت و رفاه مملکتش بره به موقعش پای دشمنش رو هم ببوسه. بله. اگر جمهوری اسلامی بگیم دیگه اون همون کوسه ویگتاریش شده که دیگه نمیخواد گوشتخوار نباشه و گیاهخوار بشه، اگر جمهوری اسلامی به اونجا برسه، یعنی اگر این کارها رو بکنه، فکر مونی چه اتفاقی افتاده؟ وقتمون هم زیاد نیست. بله، سعی میکنم در دو سه دقیقه جمع کنم. ببینید شما دارین میگین اگر به نفع مردم باشد، اگر به نفع جامعه باشد چه اشکالی؟ هیچ اشکالی نداره. اگر به نفع جامعه باشه، اگر به نفع مردم باشه، بره دست طرف رو هم ببوسه، دمش گرم به قول مردم. کسی بحثی نمی کنه که کسی بحثی دونه این نمی کنه. الان نوری خانم که دارم میان فرض بکنید در اینجا یه نگاهی بکنن، حضورتون هست کنن این که دارم میگم برای چی میگم؟ یعنی هر نوری که به تابن در این صفحه که نگاهی بکنن در این صفحه بسیار سیاهی که جناب رئیمی تولید کرده جمهوری اسلامی واقعیت این شما رو هم بگید که در کجای این داستان منافع مردم اصلا وجود داره. شما رو هم بگید واقعا در کجای این داستان. شما دارید از من میپرسید که آقا اگر جمهوری اسلامی برای مردم برود التماس هم به دیگری بکنه، میگم اشکالی نداره، چقدر خوبه، اما اینا برای حفظ رژیم برای این کارو میکنه. مصلحت رژیم است جناب رحیمی، اینها مجمع تشخیص مصلحت. اونو که داره شما صحبت میکنید، ببخشید من نمیخوام واقعا پشتیبانی بخوام بکنم، ولی اونو که داره شما صحبت میکنید در رژیم گذشته بود، آقا به خاطر مصلحت مردمش میرفت با همه کنار میومد، با روسیه ممکن، با شوروی اون موقع و با آمریکای اون موقع کنار میومدیم، با اسرائیل و فلسطین کنار میومدیم برای اینکه میخواست مردمش راحت بشه. ولی جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه به واسطه مردم. شما سوال قبلی که کردی خیلی 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 مانند همیشه البته سوال دقیقی بود. آقا چرا 15 سال پیش نکردی؟ آقا چرا 20 سال پیش؟ برای که نمیخواستم که منافع مردم باشه. بحثشون منافع خود رژیمه. الان هم من به شما قول بدم جناب رحیمی، بازم عرض میکنم اگر از این مخمصه در بیان بیرون، باز همون حالت 6 سال پیش و 4 سال پیش و 7 سال پیش احمدی نژاد باید منتظرش بود. ببخشید من زیادی صحبت کردم جانم. نه اتفاقا اینو که داشتید میگفتین من به یاد این مسئله افتادم که به گرگه میگفتن آقا تو چرا آخی مثل این شیره، این شیره یه دونه گوسفند احتیاج داره، یه آهو احتیاج داره، میره میدره میخوره سیر میشه تا بار دوم که گشنش بشه، تو چرا میره 15 16 17 تا گوسفند رو خفه میکنی میندازی، 18 امی رو دو تا گاز میزنی بل میکنی میری؟ گرگه بگو آره آره خیلی راست میگی، بگو بگو تند بگو که گله داره میره من بودوام. یعنی تمام ذاتش این بود که بوده دنبال گله. جمهوری اسلامی رو نمیشه واقعا غیر از این مثال زد. جمهوری اسلامی یعنی هر آن همه ما دیدیم به شواهد کارهایی که تو 34 سال گذشته کرده در تایید حرف شما، هر موقع قدرت پیدا بکنه، هر جنایتی که از دستش بریا، خب دیدین یعنی این کارنامهش اینو میگه دقیقاً اون کار انجام میده. اما یک سری هستن که میخوان بگن انشالله گربه است، انشالله الان دیگه خوب شدن، انشالله الان دیگه اینها را میفتن دنبال این نظام، سینه میزنن براش. بعد جالب اینجاست که اولین قربانی ها دوباره خود اینا میشن. نه اتفاقا میتونم در این زمینه یه توضیح کوتاهی بدم؟ خواهش میکنم، منتها زیاد دیگه وقت نداریم واقعا، بس برنامه رو جمع کنیم. یعنی دو من کسی نمیشم از گفتار شما. ببینید این مسئله که این رژیم اصلاح میشود و فلان،
واقعا یک کلاهیست که ما خودمون بر سر خودمون داریم میسازیم. آخه چه چگونه اصلاح میشود؟ شما وقتی که ساختار یک نظام بر اساس این است میشه یک نفر در بالا نشسته هر چه تصمیم بگیرد اصلا بی نقصه، تصمیمی که میگیره اصلا از طرف خداست و بعد خود قانون اساسی رو که نگاه میکنی چی رو میخواییم اصلاح کنی؟ اینه که مثلا حالا دوتا مو از زیر روسری در بیاد تو اصلا روسری رو همه رو بردارم و چی میخواد بشه؟ وقتی که خود بنیان گزارش میگوید آزادی هست به شرطی که خلاف اسلام نباشه، همین الان داریم شما ببینید ستار بهشتی چی کار کرده بود آخه واقعا چه کرده بود؟ حالا شما میگید نه اینو یواش یواش اصلاحش کنید، آقا اصلاح شده این نیست. متاسفانه این اصلاحگران هم باعث شدن که حتی از اتحاد اپوزیسیون واقعی جلوگیری کنن. جناب رحیمی به هر حال فرصت کم است، باشه که باز در یک فرصت دیگری من در اختیارتون باشم. خیلی خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم با تمام گرفتاری هایی که میدونم و دیشب این همه راجبش صحبت کردیم و واقعا امیدوارم که این مشکلات یکی یکی برداشته بشه و نازنین شما اون آرزویی که دلتون میخواد و خب مسئله خصوصی نمیشه اینجا عنوان کرد، اما سپاسگزارم از صمیمانه که این دعوت من رو قبول کردید، وقت برداشتید و نیروی میدونم امروز جای دیگه هم دعوت بودید نرفتید و سپاسگزارم از ضمن این که بینندگان عزیز آقای ناصر محمدی خودشون هم شاعر هستن و اسم وامق شعرهای زیبایی می نویسن و اینکه موسیقی کلاسیک کار کردن، یعنی میگه دود از کند بلند می شود، یعنی ایشون خودش هم فن حریف هستن و تنها به عنوان معاون سردبیر کیهان لندن اینجا نشستن. سپاسگزارم ناصر عزیز، دوست بسیار بسیار گرامی و خیلی خیلی مفتخرم که در این برنامه شرکت کردید. ممنونم از لطفتون، سپاسگزار از شما و همه کارکنان ایران و آلمان. من هم سپاسگزارم از دوستان عزیزم در استودیو، خیلی سپاس دارم و همینطور از جناب آریان وطنخواه که واقعا زحمت میکشن. عزیزان شما خودتون میدونید که دیگه بدون کمک شما واقعا همینطور که یکی یکی میبینید این سنگرها اگر نگه داشته نشه، یعنی واقعا احتیاج به کمک شما داره. این سنگرها رو بایست نگه داشت. این سنگرها همون چیزهایی هستن که ما رو به فردای بهتر میرسونن. یعنی من به شما واقعا میتونم 70% قول بدم که این نظام با همین تلویزیون ها فرو میرزه. چرا؟ چون اتحاد به وجود میاد، چون رابطه به وجود میاد، چون اطلاعات داده میشه، روشنگری میشه. خب اینجاست که وقتی شما آگاه میشید دیگه سکوت نمیکنید، برمیخیزید. وقتی برخواستید دیگه طرف تاریکی نایستادید، بلکه میرید طرف روشنایی میستید و اینجاست که در واقع یکی از طرف تاریکی یا حداقل اون اکثریت خاموش کم شده و به طرف سربازان روشنایی اضافه شده. دست شما رو میفشارم و درودی بزرگ دارم به سر تا سر ایران زمین و هر ایرانی در هر کجای این جهان که هست. به درود میگم شما رو. برنامه بعدی ما خواهد بود در 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه. سپاس دارم و درودی به وسعت ایران. میرسد به گوش ما این صدا و این نوا، رو به سوی روشنی با صدای آشنا. لای 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 لای. میرسد به گوش ما صدا
و این نوا رو به سوی روشنی با صدای آشنا میرسد به گوش ما این صدا و این نوا رو به سوی روشنی با صدای آشنا با صدای آشنا مهر انسان بده مهر آن سرزمین دشت آیین ما برتر از خدا بودیم برتر از خدا بودیم مهر انسان بده مهر ایران زمین دشت آیین ما برتر از خدا بودیم برتر از خدا بودیم لای 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 صدای آشنا صدای آشنا دست به دست هم نهیم دست به دست هم نهیم بحر فردای به بحر فردای به طرح نو در افکنی طرح نو در افکنی طرح نو در